امام صادق تو مسجد داره این روایت رو میخونه، اخری مادر ما وارد محشر میشه، منادی صدا میزنه یا اهل المحشر قضوا ابصارکم، یعنی آی مردم همه سرا رو بندازید پایین، همه چه خبره؟ همه از هم دیگه سوال میکنن، میگن مگه خبر ندارید ناموس خدا داره میاد، صاحب اختیار محشر داره میاد، همه سرا رو بندازید پایین، فقط یه عده اجازه دارن سر رو بلند کنن. کیا؟ فقط محرمای فاطمه. بچه های زهرا میتونن سر رو بلند کنن. روایت میگه تا به اینجا رسید یکی از اصحاب بلند شد، از یاران حضرت شروع کرد بلند بلند گریه کردن، آقا پس ما چی؟ ما این همه عشق مادرتون زهرا تو دلمون بوده، یعنی ما نمیتونیم فردای قیامت مادر شما رو زیارت کنیم؟ قبرشو که نتونستیم زیارت کنیم، خودشو نمیتونیم زیارت کنیم. اینجا امام صادق به من و تو مژده داده، نه نگران نباش، فردای قیامت هر کسی محبت زهرا تو دلش باشه، بذار ببرمت جلوتر، هر کسی تو این دنیا اسم زهرا رو شنیده باشه، براش عشق ریخته باشه، محرم فاطمه است، میتونه مادر صداش بزنه. علامه امینی فرمود لازم نیست سید باشی بگی مادر، اگه دیدی وقتی میگن یا زهرا دلت زیر و رو میشه، اگه دیدی همین که میگن یا فاطمه ضربان دلت تندتر میشه، بدون تو هم بچه فاطمه ای. حالا بگو آخ مادر، آه آه این صدا تو رها کن، آه آخ مادر. ای که در تصویر انسان زیستی، کیستی تو؟ کیستی تو؟ کیستی؟ ای بشده قرب احمد فاطمه، لیلة القدر محمد فاطمه، آن که خاک مقدمش جان همه، گفت جان من فدای فاطمه. من چی بگم وقتی باباش میگفت فداها ابو، آسمانی ها مسلمان تو هم، بنده مقداد و سلمان تو هم، مده تو کی با زبان کامل شود، وحی باید بر قلم نازل شود، فوق هر تعریف و هر تفسیر تو پاکتر از آیه تطهیر تو. ای محارم، من خیلی این یه بین تو دوست دارم، ببینم کجا میبرتت. ای مهار ناقعت زلف افاف، ای مهار ناقعت زلف افاف، پیراهن بخشیده در شام زفاف،
یک کاری کرده این خانم، عالم انگوش به دهنه. شب عروسی، شب عروسی نذاش زن سائله دست خالی بره بیرونه. وقتی به زن سائله گفت چی بهت بدم، یه نگاه به عروس 9 ساله علی انداخ. بی بی جان پیرهن عروسی تو به من بده. پیرهن عروسی شداد، دعای ندبه خوندی و سد الابواب الا بابه، یعنی در خونه فاطمه تا قیامت بازه. آی جوونی که نوشتی گرفتارم، آی زنی که نوشتی مریض دارم، آی مادری که نوشتی جوونام در خطرن، امشب شبشه. مادر 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 مادر، ای مهار ناقت زلف افاف، دارم یه راهی میگردم، دارم میرم جلو، یه راهی یه روزنه پیدا کنم برم جلو تو روزه، باید با من کمک کنی ها. ای مهار ناقت زلف افاف، پیراهن بخشیده در شام زفاف، از شب میلاد تا آخر نفس مصطفی، خوب خوب گوش بده ها، از شب میلاد تا آخر نفس مصطفی یک دست را بوسید و بس. دوباره برگردم یه بیتو، بعضیا گرفتم من میخوام چی بگم. از شب میلاد تا آخر نفس مصطفی یک دست را بوسید و بس، آن همه دست خدا دست تو بود، پس بر آن دست و بر آن لبهام درود، پس بر آن دست و بر آن لب‌ها درود. بسم الله، هر کی دلش مدینه میخواد یا علی، هر کی شب آخری ناله داره بسم الله. امام صادق میگه، من نمیگم، امام صادق میگه خدا رحمت کنه او شیعه ای که برا مادر ما بلند بلند گریه کنه. امشب من یه حرفی میخوام بزنم، فکر نکنی میخوام مجلس گرم کنم، فکر نکنی میخوام نالتو در بیارم، نه، اعتقاد قلبی مینه سر حرفم هم وای میسم. امشب عقیدمه دوتا خانم دم در دارن از شما پذیرایی میکنن، یه طرف خانم ام البنینه، یه طرفم مادرش زهرا، یا زهرا یا زهرا. آها ها، صدا برسه. آیه نازل شد سوره حجرات، آیه نازل شد دیگه کسی حق نداره پیغمبر رو با اسم کوچیک صدا بزنه، حق نداره کسی دیگه پیغمبر رو با اسم کوچیک صدا بزنه. آقا جان به من کمک کنم، نفس بدن من حق روزه رو ادا کنم، بسمه. آیه نازل شد دیگه همه میخوان پیغمبر رو صدا کنن، بگن یا رسول الله. با این لحظه پیغمبر اومد وارد خونه فاطمه شد، میگن تا وارد شد بی بی نگاه به بابا انداخت، دست گذاشت رو سینش، گفت السلام علیک یا رسول الله. پیغمبر یه نگاه با تعجب انداخت، فاطمه جان چی شده؟ امروز لحنت عوض شده. چرا بابا؟ آخه هر بار منو میدیدی میگفتی السلام علیک یا ابتا، منو بابا صدا میزدی، هر وقت منو بابا صدا میزدی دلم آروم میشد. چی شده امروز منو اینجوری صدا میزنی؟
دیبی فرمود بابا از عموم سلمان شنیدم دیگه کسی شما رو با اسم کوچیک صدا نزنه، یا رسول الله بگن. پیغمبر اشک ریخ گفت دخترم این آیه مال عرب جاهلیت، تو دختر منی، تو روح بین دو پهلوی منی. باری کلا بعضیاتون تازه دارید گریه میکنید، این گریهتون هم خیلی حرف داره. فاطمه جان هر وقت منو بابا صدا میزنی انگار همه ی غمای عالم از رو دلم میره. تو منو بابا صدا بزن، کاری به کسی نداشته باش. تو به من میگی بابا، شاد میشم، آروم میشم، دلم آروم میشه. چی میخوام بگم؟ اهل روزه کجان؟ اونایی که یه اشاره براشون بسه. میخوام بگم این خانم هر بار باباشو صدا زد دل بابا رو آروم کرد، الا دو مرتبه. دوبار باباشو صدا زد، ای کاش باباشو صدا نمیزد. سادات منو ببخشن، داغ دیده های مدینه منو ببخشن. میدونی کی باباشو صدا زد؟ اون لحظه ای که بین در و دیوار. آخ سادات امام زمان، اون لحظه ای که مادر ما بین در و دیوار. لا اله الا الله. گریه برای حضرت زهرا خوب داد باشه، زجه باشه، صیحه باشه. دیدی مادری که بچه مرده چجوری ناله میزنه؟ این یه بارشه، خیلی دلت سوخ، بار دومشم گوش بده. بار دومی که صدا زد بابا، ببین با دخترت دارن چه میکنن وسط کوچه ها. او لحظه ای که کمربند علی رو گره، وای 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 وای. او لحظه ای که هر کاری کردن علی رو جدا کنن نشد. آخ بمیرم، آخ بمیرم. او لحظه ای که زهرا رو از علی جدا کردن، همه بگید یا زهرا. های 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 جانم جانم جانم، یا زهرا. ببرمت یه جایی، ببرمت یه جایی که بعضیا منتظر یه جرقن بدون عشق نری سینه بزنیم. آخ بمیرم. اینجا یه دختر بود بابا رو صدا زد تازیانه خورد. آخ بمیرم. هر کی بابا رو صدا بزنه یا سیلی میخوره. برا اون دختری بمیرم، از کربلا تا کوفه، از کوفه تا شام. هر وقت گفت بابا یا تازیانه زدن یا سیلی زدن، یه ناله بزن بگو حسین. های 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 حسین.